در شرایطی که تک تک ثانیه ها برای زنده نگاه داشتن یک انسان مهم می شوند، پزشکان برای مقابله با عفونت سراغ کاربردی ترین دارو می روند، آنتیبیوتیک. از ده ها سال پیش که پنیسیلین کشف شد، پزشکی به سرعت پیشرفت کرده. ولی حالا باکتری های عفونت‌زا هوشمندتر شدند و پزشکان نگرانند که مریض ها جانشان را در مبارزه با آنها از دست بدهند. در شرایطی که بیمار یک میکروب مقاوم به آنتیبیوتیک داره و هیچ کدوم از آنتیبیوتیک های فعلی عمل نمی کنن، گزینه هامون خیلی محدوده. فقط دو تا دارو داریم. اونا رو مخلوط استفاده می کنیم و وضعیت بیمار رو کنترل می کنیم. بنابراین مرز باریکیه بین مضرات و تاثیرگذاری این دارو. پزشکان می گویند همه مقصرند. خودشان که برای کسانی که واقعا به آنها احتیاجی ندارند آنتیبیوتیک تجویز می کنند، و بیماران پولداری که داروهایی را که باید در آخرین مرحله مقابله با عفونت به آنها متوسل شد همان اول می‌خرند. خیلی از بیمارا در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط همیشه وسوسه نرفتن به بیمارستان و اجتناب از دیدن دکتر و پرداخت هزینه سنگین ویزیت دارند. به جاش ترجیح میدن سری برن داروخونه و داروهایی را که خودشون می‌خوان بخرن. ولی متخصصا هشدار میدن که این کار میتونه مشکلات بزرگتری ایجاد کنه. بعضی وقتها اما انتخاب مشتری هم مطرح نیست. بعضی میکروب ها در غذاهایی که میخوریم پنهانند و داروهایی که برای حیوانات پرورشی مصرف میشوند خیلی به داروهای انسان شبیهند و باکتری به سادگی میتواند از این طریق مقاوم شود. محققان همواره سعی میکنند که ارگانیسم هایی را که موجب بیماری میشوند کشف کنند و داروهای موجود برای مقابله با آنها را شناسایی کنند. اما تنها کاری که از دستشان برمیآید انتقال اطلاعاتی است که به دست آوردند. میخواییم همه بدونن که وقتی که از آنتیبیوتیک درست استفاده کنن و درمان بشن، بیماری به بقیه جامعه منتقل نمیشه. ولی استفاده بیرویه از آنتیبیوتیک به من صدمه میزنه، به خانوادم و به بقیه جامعه، چون مقاومت بالا میره و بعدها دیگه راهی برای درمان اون عفونت وجود نداره. در حالی که دانشمندان این دشمن در حال تغییر شکل را به شدت تحت نظر دارند، مبارزه با آنها سخت و سخت تر می شود. نگرانی از آن است که میکروب های ساده حتی در صورت درمان مرگ بار شوند. پیامشان این است که استفاده از آنتیبیوتیک هرچقدر کم باز هم زیاد است.